نمیتونم به دخترم دروغ بگم، نمیتونم این کارو باهاش بکنم. مامان حاضری؟ اگه حاضری بری. کجا بریم دخترم؟ من کار دارم الان. کار از من مهمتر مامان، باید بریم چکاپ، زود باش. امروز نرو اجه، نرو بمون خونه، من یه کار فوری دارم، فردا با هم دیگه میریم. مامان وقت گرفتم، فردا نمیشه. میخوای منو تنها بذاری؟ نه دخترم، تنهات نمیذارم. بذار برم به کارم برسم، فردا خودم میبرم دکتر. باشه، برو برو بگی بشین. آفرین مامان. اجه من باهات میام. نه چیز لازم نیست، خیلی ممنون. نرمین بفرمین. بگو ماشینو حاضر کنن، الان دیگه میریم. چشم کازم خان. وای سلی، از کجا به کجا؟ پارسال یه کت برام خریدی، کلی تیکه وارد کردم. الان با پول بابات دارم کمدمو پر میکنم، هر روز یه رنگ لباس میپوشم. عجب روزگاریه. یاسین دست از این حرفا بردار، فردا وارد یه دنیای کاملا متفاوت میشی، تو دیگه یه آدم دیگه ای. بالاخره اینم شدی، یه آدم دیگه هم شدی. یاسین نمیخواد خودتو سرزنش کنی، اگه یه آدم دیگه شدی تقصیر تو نیست، تقصیر اجاست. نگران نباشون، به تأثیرش افتخار میکنه. وقتی من برای پسرم پدری کردم، اون از دور نگاه میکنه و افتخار میکنه. یاسین چیزه، میگم که ماشین خیلی دوره، منم خسته شدم، میشه تو بری ماشینو بیاری؟ باشه سبکا، میرم میارمش. خسته نباشی. بفرمایید، خوش اومدید. خیلی ممنون. من اومدم گیاه لاغری بخرم، شما دارین؟ داریم، بله که داریم. چقدر میخواین؟ اون کیسه رو پر کنی. چیزه، این برای حامله ها ممنوعه دیگه نه؟ بله، خدای نکرده باعث زایمان زود رس میشه. خدا رو شکر که حامله نیستم. بفرم. خیلی ممنون. خزن جان کرم؟ خودم هم. خیلی ممنون. خواهش میکنم.
جعبه رو تحویل دادیم آقا سینا. او درست به موقع. چی شده؟ هیچی، خزن رو سورپرایز کردم. خب دیگه رسیدیم. داداش یه لحظه صبر کن بذار ببینم پسندیده یا نه. نه 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 لطفا نه الان نه. همه چی اونجوری میشه که باید بشه. به سینان نزدیک از من دور. آه. هنوز نپوشیدیش؟ فکر کردم تو تنت میبینمش. نمیخوای امتحانش کنی؟ من یکم کار دارم. نکنه نپسندیدی خزن. سینان به نظرت زود نیست؟ یه جوری خیلی زوده. داداش فکر کنم از عمل انجام شده ناراحت شده. باشه عشقم باشه. عشقم اگه خوشت نیومده عوضش میکنیم. من میدونم که این آرزوی هر دختر جوانیه. با هم میریم میخریم. من واقعا خیلی کار دارم. کاش حداقل میپوشیدی ببینم تو لباس عروس چه شکلی میشی. بریم سینان دیرمون شد. نکنه از یابوس خجالت میکشی. بی خیال خزان، یاووز که غریبه نیست. قرار شاهد عقدمون باشه. من باید قطع کنم سینا. عروس ها و استرس جشن عروسی، حتی مدل ها هم گرفتارش میشه. بگذاریم، من حاضرم داداش. چی شده؟ داداش با تو هم چی شده؟ من یه کار کوچیک دارم. کار تموم شد میام دنبالت. فعلا خداحافظ.
بس. فقط به خیر و صلاح دخترت فکر کن فضیلت. خوب فکر کن، خیلی خوب فکر کن. خزان شت. دختر ببین چی میگم. تو دم در خونه دختر من چی کار داری ها؟ بیا این بر ببینم. خزان نمیشنوی چی میگم؟ میگم برو کنار، با تو هم میگم را بیو. دستمو فیل کن، میخوام با دخترت حرف بزن. اول باید با مادرش حرف بزنی، را بیو ببینم. به خاطر خیر و صلاح خودش باید باهاش حرف بزن. چه میدونی خیر و صلاح دختر من چی هست؟ چرا حرف بی خود میزنی؟ اجازه نمیدم، نمیتونی حرف بزنی. برو برو به ایکالی من باش. داره یه سینن شک دارم، باور نمی کنم فراموشی گرفته باشه. میدونم دکتر چیا بهتون گفته. اگه بهم بگی مدرک داری یا نباید بگم ندارم، اما سینانو از همه شماها بهتر میشناسم. سینان از من فرار میکنه. چرا سینان از تو فرار میکنه؟ تو چی میدونی که ما نمیدونیم و باعث شده سینان از تو فرار کنه خانم؟ اینو به شما نمیگم، به دخترتون میگم. به خاطر خودش باید باهاش حرف بزنم. من به تو اعتماد ندارم، از دخترم فاصله بگیر، وگرنه همین الان به سینان زنگ میزنم. من میگم میخوام به دخترتون کمک کنم، اون وقت شما منو تهدید میکنی؟ تو رو شبه این که بخوای به دختر من کمک کنی ها؟ یه مادر داره این شیر جیان، این شیر رایتو بکش برو برو. همین مادر وقتی من و سینان هم دیگر رو بوسیدیم دید و هیچی نگفت. حالا چطوری میتونی جلوی منو؟ حالا که شک داری اما مدرک نداری، یا میری یه مدرک جور میکنی میذاری جلوی دست من که اون وقت منم میرم به خدمت سینان خان خودم میرسم، یا اینکه میری در مورد شکات با سینان خان میشینی قشنگ حرف میزنی. حالا برو ببینم، من نمیتونم دخترمو با طلاق تو بفرستم تا ایچا. دخترت داره میسوزه، نمیبینی؟ دخترت وسط آتیشه. میخوای بازدهتر حرف بزنم ها؟ میخوای همه چی رو کپوس کنده بهت بگم؟ اگه جرعتشو داری برو همه این چیزایی که میگیره با آقا سینان بگو. برو 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 به سلامت برو. نمیذارم این مسخره بازی بیشتر از این ادامه پیدا کنه.
عرفان شروع کن ببینم چی برای گفتن داری. زود باش. آقا یاووس خیلی دلم میخواد کمکتون کنم، اما پای تلفنم بهتون گفتم نمیدونم چطوری باید این کارو بکنم. به نظرتون اگه از طرف شرکت پدرتون این کارو کنیم بهتر نمیشه؟ من میتونم با یه تلفن خواستم از شرکت بابام بگیرم، اما بابا من با یه تلفن از کارم سر در میاره. متوجه هستی؟ بله متوجه شدم. شروع کن. الان میخواین که من تا توی تلفن باباتون رو در بیارم؟ دقیقاً همینطور، ثانیه به ثانیه‌اش. این که دیشب 22:32 دقیقه از کجا بابا؟ بله متوجه شدم. باشه. اسمش چی بود؟ اردال ترکر. پس شروع میکنه. نیا چی کار میکنی تو؟ میخوای هر دفعه منو دیدی سوال جواب کنی؟ نمیپرسی؟ با دیدن نتیجه کاری که کردی خودتو سوال جواب نمیکنی؟ چی عوض شده؟ چی عوض شده که دوباره اومدی سراغ من؟ تو بیمارستان میگفتی خزان گناهکاره. اگه میخوای منو بازی بدی بی خود خودتو خسته نکن. اگه تو واقعا سینانو دوست داشتی اجازه نمیدادی همچین اتفاقی بیفته. جون کسی که دوست داری رو نمینداختی تو خطر. راهیو که باعث میشد با برادرش دشمن بشه انتخاب نمیکردی. راست میگی؟ کسی این حرفو رو میزنه که صدای دختریو که عاشق دوست پسرش بوده ضبط کرده؟ اونی که بازیو شروع کرده تو ایلارا، اونی که صدا رو ضبط کرده تو. اینا هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. من فقط سعی کردم کار درستو انجام بدم. جدی میگی؟ کارایی که به دور از چشم یابوس کردی درسته، اما اینکه من واقعیتو به سینان گفتم اشتباه است. خیلی میبخشی، اما نتونستم اجازه بدم بیشتر از این سینانو نادون فرض کنم. هدفم این بود که واقعیتو بگم. مونده بود سینان بمیره. اینجوری میخواستی به هدفت برسی؟ نی ساکت باش لارا، بس کن. به جای اینکه دنبال هدف من باشی دنبال هدف خودت باش. ببین برای چی به اون صدای ثبت شده نیاز داشتی؟ به کارای خودت نگاه بنداز. هر کاری هم دلت میخواد بکن. باور کن هر لحظه خودمو سرزنش میکنم. خسارت از چیزی که فکر میکردم بزرگتره. چطور میتونیم تا این حد سهل انگاری کرده باشیم؟ وقتی این رقم داشت روش میکرد ما کجا بودیم؟ ببخشید اما کاظم خان بعد از بیماریشون حتی یه بارم به شرکت سر نزدن. آقا یاووز استعفا دادن، شما هم که درگیر بودین. منظورت چیه؟ یعنی شرکت رو ول کردیم به حال خودش؟ باشه باشه، یه چیزی بهم بگین که نمیدونم. اول تو بگو چی فکر میکنی؟ هنوز تو ضرریم، فعلا وارد بازار رقبا نشده، اما اگه با این سرعت پیش بره میتونه. خیلی خوب باشه، مثل شکست خورده حرف نزنی. امشب خودم همه گزارش رو بررسی میکنم. فعلا این قضیه بین ما سه تا میمونه. اینجا شرکت ایگه منه، قرار نیست با دوتا ضرر ورشکست بشیم. آدم کاریه، الحق که کاریه. کار کن، کار چیز خیلی خوبیه. اول برای زنت کار کن، بعدم برای من کار کن. میخوای آبروی دخترت بره؟ میخوای آبروی دخترتو تو تمام ترکیه ببرم فضیلت خانم؟ تو یه ثانیه همه ترکیه حرف دل دخترتو با صدای خودش میشنون.
بیا اینو دستت کن دخترم، بگیر. من نمیتونم مامان، مگه نمیبینی؟ نمیتونم. مجبوری که بتونی مامان، مجبوری که بتونی. فکر کنی یه وظیف هست که به گردنت، مجبوری. وظیفه؟ میخوای این وظیفه سر سفره یخت بشینم؟ به خاطر وظیفه ازدواج کنم؟ چی شد؟ چرا ساکت شدی؟ چرا این احساساتی ها نگاه میکنی؟ هرچی میخواستی داره میشه. گفته بودم موفق نمیشی، گفته بودم من ایجه نیستم، گفته بودم نمیتونی زندگی منو کنترل کنی، اما باز همه چیز داره اونجوری میشه که فضیلت خانم میخواد. حتی تو هم نمیتونی قضیه رو جمعش کنی فضیلت خانم. یه جوری آبروی دخترتو میبرم که نتونه سرشو جلوی مردم بلند کنه، نتونه پاشو بذاره تو خیابون. چی شده؟ چرا این آدم های ناراحت رفتی تو فکر؟ برو یه چمدون کوچیک برای خودت آماده کن، باید بیای ویلا خزان. تونستی بفهمی؟ آقا یاووس، کاری که از من میخواین همین جوریش هم سخت هست. اون آدمم خیلی زرنگ بوده، برای تلفنش رمز گذاشته. یعنی چقدر طول میکشه؟ اولین کاری که باید بکنیم اینه که رمز تلفنش رو باز کنیم، بعد وارد سیستم میشیم. این که چقدر زمان میبره فکر کنم تا صبح. امشب؟ صبح نه، امشب اون آدرس رو میخوام. فهمیدی؟ اصلا خودت متوجه چی داری میگی مامان؟ ها؟ ببینم دیوونه شدی؟ این بازی ها یعنی چی؟ دنبال چی هستی؟ به نظرت من میام ویلا زندگی کنم؟ جواب بده دختر، یه لحظه اجازه بده. هی ور 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 ور، نمیذاری من حرف بزنم، نمیذاری توضیح بدم. توضیح بدی که چی بشه؟ من نمیام اونجا زندگی کنم. میای و میمونی خانم، مجبوری. یه مجبوریت دارم، اونم دارم انجامش میدم دیگه، مجبور به هیچ کار دیگه ای نیستم. دارم بهت میگم مجبوری، مجبوری. باید بیای ویلا بمونی، باید به خاطر خواهرت بمونی، باید به خاطر خواهرت همه چی رو به جون بخری و اونجا بمونی. چه ربطی به ایجه داره؟ چیه؟ حاملگی خواهرت یکم پرخطره. پرخطر؟ آره پرخطر. دیروز تو چکاپ دکتر یعنی خیلی چیزا گفت، داره گفت فشار خون داره، دیابت بارداری داره، هرچی فکر کنی ایجه داره، همه رو داره. ایجه الان کجاست؟ برای چی میخوای دختر بهش زنگ بزنی به ترسونیشون؟ هنوز خبر نداره. دکتر فقط به من گفت. بعدم گفت در اثر استرس یه هورمونای ترشح میشه که باعث سخت جنین میشه، برای همین گفت اصلا بهش نگی. نگو تو هم نگو بهش. خب برای چی تو بیمارستان بستریش نکنی مامان؟ ها وایسا دختر، به خدا سرم داره میتره که حالم خیلی بد شد، الان قش میکنم. برو برام آب بیار دختر، برو آب بیار، برو برام یه سر آب بیار دیگه. خیلی خوب باشه، برات میارم. اما درست حسابی بگو قضیه چیه. خب وای خب برو، من چی گفتم؟ خدای تو، به خدای زبونم لال بشه. ای خدا این چی بود که گفتم؟ ای خدا. آخ سینان، آخه من مجبور به چه حرفایی کردی؟ آخه چرا همچین کاری کردم؟ خدایا از خونم به دور باشه، من همچین چیزی نگفتم، نگفتم خدایا، نگفتم. هرچی گفتم بخوره بسن بیه اینا، بابا خوره آروم بشی.
مامان منو دیوونه نکن، بگو دکتر دقیقا چی گفت. میتونی ماشینو ببری؟ کازه ازت ممنونم که تنهام نذاشتی. برای خودت بزرگش نکن اجه، وقت خالی داشتم. بابا جون. سلام دخترم. سلام. از کجا دارین میایین؟ یکم کار داشتیم، بعدش هم رفتیم خرید. یکم بیش از حد خرید نکردیم؟ نه، برای کار جدیدش لباس لازم داشت، باید میرفتیم خرید. داره سبکش رو عوض میکنه. با اجازتون. خسته نباشی نارین جون. سلامت باشین. وای نمیتونم بگم چقدر خسته شدم. نارین، میشه از اون چای مخصوصی که برای اجه خانم درست میکردی برام درست کنی؟ چای سبز بهتره ها، میخوای براتون درست کنم؟ نه از همون میخوام. کدومش بود؟ چیزای مختلفی توش بود نه؟ هرچی که تو حاملگی میشه خورد و ریختم توش. اما این برای شما خواباوره ها. بده ببینم چه بویی میده. وای چه بویی بدی میده. نه اینو نمیتونم بخورم، برام چیز درست کن. ساندویچ گرسنم شده. چشم. نارین جون گوجه فرنگیش زیاد نباشه. چشم. مامان من الان اصلا حواست باشه، نباید بذاری خواهر چیزی بفهمه. باشه عزیزم، آفرین دخترم، بیا. راستی فیزیوتراپیم خیلی خوب بود. دکتر گفت نمیتونی برقصی اما رانندگی میتونی بکنی. داداش حسرم خیلی سر رفت، تو هم که هیچی نمیگی. راستی با اون عجله کجا رفتی؟ یه کار کوچیک داشتم. خب اینطور که از قیافت پیداست کار بی اهمیتی نبوده. نمیگی قضیه چیه داداش؟ اول خودم قضیه رو بفهمم بعد به برادرم هم میگم. دخترم خودتو جمع جور کن، اون اشکاتم پاک کن، بیا بریم. بیا عزیزم، بیا 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 بریم. خودتو ناراحت نکن باشه، فقط به خاطر خواهر چند روز تحمل کن، فقط چند روز.
وای ببین کی اومده. چه سورپرایز قشنگی. داستان بزرگتر از یه سورپرایز ساده است نه؟ اومدی بمونی؟ یه چند روز. آره دخترم یه چند روزی میخواد اینجا بمونه. یعنی اینجوری صلاح دیدیم. آه یعنی زیادی خوشحال نشم. سینان من میرم تو. برو داداش خزان کمکم میکنه. من خودم کمکتون میکنم آقا سینان. دخترم تو هم برو اون چمدونت خالی کن و جا به جا کن. برو مادر برو دخترم. یاووس مجبور شدم. معذرت میخوام. مهم نیست. بهتون گفته بودم از پسش برمیاین فضیلت خانم. خوبم بر اومدین. تبریک میگم عالی بود. صبر کن زیاد تون نرو. من برای اینکه دل تو خنک بشه و با اشتباهی که دخترم کرده موافقت نکرده باشم هر کاری تونستم کردم که بیاد. تو هر جوری دلتو خنک میکنی بکن، به من ربطی نداره. اما به دختر من حق نداری بدی کنی. فهمیدی؟ من امروز ترسیدم چشممو بستم. اما اگه من از کوره در برم، اگه باعث بشی با دستای خودم به این دختر، به بچه خودم بدی کرده باشم، سری که الان جلوت خم کردم و یه جوری بلند میکنم که وقتی برای فرار کردن پیدا نکنی. اینو تو مغزت فرو کن. زیاد تون نرو فضیلت خانم. داستان تازه داره شروع میشه. سلام. همه چی آماده است؟ عالیه.